در این شماره از بسته اخبار بین‌الملل ایسنا خبرهایی از واکنش به توقیف دو نفتکش یونانی توسط ایران، ابهام درباره ادعای دستگیری رهبر جدید داعش، تشکیل کمیته‌ای در طالبان برای بازگشایی مدارس دخترانه و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه هفتم خرداد شمار مبتلایان کرونا در جهان از مرز 531 میلیون نفر و تعداد فوتی‌ها هم از 6 میلیون و 310 هزار نفر عبور کرد. تا کنون حدود 502 میلیون نفر از این بیماری بهبود یافتند. شناسایی مبتلایان جدید کرونا در امریکا همچنان روند ثابتی دارد و روزانه حدود 100 هزار مبتلای جدید در این کشور شناسایی می‌شود. از سوی دیگر برزیل روز جمعه از ابتلای بیش از 40 هزار نفر خبر داد که بیشترین آمار روزانه این کشور طی حدود دو ماه اخیر محسوب می شود. اکثر کشورهای اروپایی نیز از کاهش تعداد مبتلایان جدید خبر دادند. در سوی دیگر جهان، ژاپن که از زمان شیوع کرونا مرزهای خود را بسته بود، اکنون تصمیم دارد با ورود گردشگران 98 کشور موافقت کند. کره شمالی هم اعلام کرده تعداد بیماران روزانه کرونا به کمتر از 100 هزار نفر کاهش پیدا کرده است. همچنین در ادامه برخی نگرانی‌ها از آبله میمون، اتحادیه اروپا برای واردات واکسن و داروهای ضد ویروس این بیماری با دو شرکت آمریکایی و دانمارکی وارد مذاکره شده است. تازه ترین تحولات جنگ در اوکراین. جنگ در اوکراین در حالی به 100مین روز خود نزدیک می شود که شهر خارکیف در شمال این کشور همچنان هدف حملات شدید روسیه قرار دارد. رئیس جمهور اوکراین گفته نظامیان کشورش در شرق اوکراین در موقعیت بسیار سختی قرار دارند، چرا که روسیه منطقه دونباس را با تمام قوا هدف حمله قرار داده است. ولادیمیر زلنسکی حمله نیروهای روسی به منطقه دونباس را نسل کشی آشکار خوانده است. کشورهای غربی نیز پیشنهاد ولادیمیر پوتین در مورد رفع تحریم ها علیه روسیه در ازای تسهیل صادرات غلات از اوکراین را رد کردند. هم اکنون میزان قابل توجهی غلات در بنادر اوکراین انبار شدند، اما روسیه با بستن بنادر اوکراین مانع از صادرات آنها می شود. از سوی دیگر دبیرکل ناتو گفته هیچ کس نمی تواند پیش بینی کند جنگ روسیه و اوکراین چه زمانی پایان می یابد. ینس استولتنبرگ همچنین از اعضای این پیمان خواسته خود را برای یک جنگ طولانی مدت آماده کند. واکنش ها به توقیف دو نفتکش یونانی توسط ایران. توقیف دو نفتکش یونانی در خلیج فارس توسط ایران که روز جمعه رخ داد با واکنش‌هایی روبرو شده است. وزارت خارجه یونان ضمن اعتراض نسبت به این اقدام خواستار آزادی فوری کشتی‌ها و خدمه آنها شده و اعلام کرده این گونه اقدامات با تبعات منفی بر روابط ایران و اتحادیه اروپا همراه خواهد شد. نیروی دریایی آمریکا نیز اعلام کرده گزارش‌های مربوط به توقیف این دو کشتی توسط ایران را مورد بررسی قرار خواهد داد. نیروی دریایی سپاه روز جمعه دو نفتکش یونان را توقیف و دلیل آن را بروز برخی تخلفات عنوان کرد. ابهام درباره ادعای دستگیری رهبر جدید داعش. ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به رهبری آمریکا اعلام کرد که این ائتلاف در مورد دستگیری یکی از اعضای برجسته داعش در ترکیه در جریان بوده است. یک وبسایت ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد ابو حسن الغرشی رهبر جدید داعش توسط نیروهای امنیتی ترکیه در استانبول دستگیر شده است. با این حال، ائتلاف بین‌المللی ضد داعش اعلام کرده که هنوز مشخص نیست این فرد همان رهبر تازه منصوب شده داعش است یا خیر. تشکیل کمیته‌ای در طالبان برای بازگشایی مدارس دخترانه. گروه طالبان اعلام کرد که یک کمیته 8 نفره برای بازگشایی مدارس دخترانه بالاتر از کلاس ششم در افغانستان تشکیل داده است. طالبان پس از آنکه حدود 9 ماه قبل ادامه تحصیل دانش آموزان دختر بالاتر از کلاس ششم را متوقف کرد، با محکومیت‌ها و فشارهای بین‌المللی روبرو شد. سازمان‌های بین‌المللی، رهبران کشورهای مختلف، زنان و مراجع دینی چند کشور خواستار بازگشایی تمام مدارس دخترانه افغانستان شدند. طالبان ابراز امیدواری کرد که با تشکیل این کمیته مشکل تحصیل دانش آموزان دختر در افغانستان به شکل اساسی حل شود. آوارگی 72 هزار نفر در کنگو طی تنها یک هفته. سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد در جریان درگیری هفته گذشته در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو بین ارتش این کشور و یک گروه شورشی موسوم به M23 بیش از 72 هزار نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرده از میان این 72 هزار نفر 7 هزار نفر به کشور اوگاندا پناه بردند.
گروه شورشی M23 که در شرق کنگو فعالیت می‌کند، در حال انجام بزرگترین حملات خود از سال 2013 است. این گروه در سال‌های 2012 تا 2013 توانسته بود مناطق وسیعی از نواحی روستایی را تصرف کند. طبق گزارش‌ها تاکنون دست کم 5,600,000 نفر از مردم کنگو در داخل کشورشان آواره شدند.